تازگی شنیدم که مصطفی محمدی که یک زمانی پدر خونی من بود به فرانسه اعزام شده و جلوی در اوور رفته و همون کارایی که وزارت اطلاعات ازش خواسته رو اجرا کرده و شروع به فحاشی کردن کرده و سر و صدا را انداخته بود، همون کارایی که 2 سال تمام پشت در اشرف با 300 بلنگو انجام داد. راستش من وقتی این خبر رو شنیدم خیلی ناراحت شدم و تصمیم گرفتم که چند جمله از اقدامات این موضوع برای شما بگم. مصطفی محمدی همون کسی که در جریان جنگ روانی علیه مجاهدین اشرف با بیش از 300 بلنگو به مدت 2 سال من و بقیه ساکنان اشرف رو مورد شکنجه روانی قرار میداد و شب تا صبح به فحاشی علیه ساکنان اشرف و اینکه منتظر قتل عام ماست ما رو شکنجه روانی میکرد. برای اینکه بدونید، این فرد یکی از سردمداران مزدورانی بود که وزارت اطلاعات گروه گروه پشت در اشرف می آورد. هر روز فریاد میزد که اشرف رو با خاک یکسان میکنیم و اینکه میگم طی 24 ساعت ما رو شکنجه روانی میکرد اغراق نیست و قبل از هر کس هم من رو شکنجه روانی میکرد، چون همین اقدامات این مزدوران و به ویژه خود همین مصطفی محمدی جاده صافکن حملات به اشرف بود، به خصوص حمله و کشتار ده شهریور و تیر خلاص زدن به 52 مجاهد و گروگان گرفتن 7 نفر و بقیه جنایاتی که حتما در جریانش هستید. الانم اینجا لازم دیدم که این رو بگم که این مزدوران به خواست خود وزارت اطلاعات باز هم دارن تکرار میکنن که گویا منو به زور به اشرف بردن و به زور منو نگه داشتن. من خودم بارها در این مورد به ارگانهای بین المللی و به مقامات و سفارت کانادا که به اشرف می اومدن حضوری باهاشون ملاقات داشتم و باهاشون صحبت کرده بودم و گفته بودم که بابا من خودم آگاهانه و به خواست خودم این راه رو انتخاب کردم. این سالیان خودم تمام این جنایت رژیم رو با تمام وجودم حس کردم، از کشتارهای هزاران زندانی سیاسی که دایی و خاله خودم هم جز اونا بودن و اونها انگیزه اولیه من بودن برای پیوستن به مجاهدین و همین مصطفی محمدی و محبوبه بودن که رضایت‌نامه نوشتن و امضا کردن که من برم اشرف که سنداشم همه موجوده. ولی حالا همین مصطفی به خواست خود وزارت اطلاعات داره میگه که منو به زور بردن. اگه حالا شما فکرشو بکنید، اگه منو به زور اشرف آورده بودن طی این سالیان که اینها اومده بودن با من ملاقات کنن، چرا باهاشون برنگشتم؟ چطوری تونستن با من این همه ملاقات و دیدار داشته باشن؟ الانم که یک زن 35 سالم و این اتهاماتی که زده میشه در این سن و سال خیلی باید خنده‌دار باشه. در آخرم میخواستم دوباره بگم که این مسیری که انتخاب کردم با افتخار ادامه میدم و هیچ کس هم نمیتونه با دروغ و تهمت و افترا منو از مسیرم منحرف کنه و همونطور که خواهر مجاهد شهیدم سبا گفت تا آخرش میستیم.